اینجا آمریکای جهان خوار هست ما در راه بین فینیکس و لاس وگاس هستیم در واقع اینجا کویره مثل کویر لوت ما در ایران که با در موردش صحبت بکنم تمام این کویر رو این آمریکایی‌های جهان خوار اومدن درخت‌هایی کاشتن که رطوبت نسبی هوا رو میبره بالا و در زمان رژیم گذشته در ایران وزارت منابع طبیعی یکی از اون مسئولینش رو صحبت میکردم میگفت که هر سال ما میلیون‌ها نهال گز در کویر میکاریم و فقط به امید این که طبق شانس طبق قانون احتمالات اگر یک بار فقط در طول سال بارون بیاد در کویر بباره این نهال ها همه بارور میشه و زنده میمونه و رشد میکنه و بعدن دیگه برای همیشه میمونه و رطوبت نسبی کویر رو میبره بالا و حتی درجه حرارت هم پایین میاد در کویر و حالا میبینم که این آمریکایی های جهانخوار این کارو میکنن ولی متاسفانه الان بعد از انقلاب به محیط زیست زیاد اهمیت داده نمیشه و میبینیم که دریاچه رضایی که خوش شد متاسفانه و رود کارون و زاینده رود مواد آلاینده رو بعضی از این کارخونه ها این کارخونه دارایی که تازه به دوران رسیده ای که سواد هم ندارند مواد آلاینده رو رها میکنند توی این رودخونه ها و باعث میشن که این رودخونه ها هم آلوده بشه و محیط زیست رو از بین میبرن اینطوری الان تو این ویدیو مشخصه شما ببینید این کویره و ببینید چقدر سبز هیچ کجا آدم اون چیز خشک رو نمیبینه همه جاش کاشته ببینید چرا نباید ما این کار رو تو مملکتمون بکنیم که اینا بتونن ما رو تحریم کنن ما باید در واقع اینا رو تحریم کنیم